سلام به ویدیوی من خوش اومدید. امروز قراره یاد بگیریم که لرزش هایی که توی فیلمامون یه وقتایی هست و حذف بکنیم و یه فیلم تمیز و خیلی خوشگل داشته باشیم. این لرزش ها میتونه برای این باشه که یه وقتایی موقعی راه رفتن، دویدن، دوچرخه سواری کردن یا تو ماشین بودن داریم فیلم برداری میکنیم. یه فیلم خیلی خوشگل داریم اما چون یه ذره لرزش داره یه خورده جالب نشده. بریم ببینیم با موبایل تو چه برنامه‌ای قراره این کارو انجام بدیم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. خب همونطور که بهتون گفتم این کار رو قراره توی موبایل انجام بدیم. میدونید که توی لپتاپ و کامپیوتر با برنامه پریمیر اگه ادیت بکنید تمام این کارا رو میتونید انجام بدید. اما از اونجایی که من دارم آموزشای با موبایل رو بهتون میدم که همه بتونن ازش استفاده بکنن، قراره که یاد بگیریم با موبایل یک برنامه جدیدی که اومده خیلی کاربرد داره. چندین بار من توش آموزش‌های مختلف بهتون دادم. این برنامه رو اگر ندارید همین الان نصب بکنید، چون که جدا از این که لرزش فیلم رو میتونید بگیرید، میتونید کیفیت فیلم رو اضافه تر بکنید، کلیپ‌های خوشگل بسازید یا هر چیزی که مربوط به ویدیو میشه رو توی این برنامه میتونید باهاش کار بکنید. اسم این برنامه کپکات، لوگوش رو اینجا براتون میذارم. برنامه کپکات برای موبایل‌هایی که iOS هن، همون آیفون یا اندروید وجود دارن، یعنی هر موبایلی که دارید میتونید این برنامه رو نصب بکنید. فقط و فقط یادتون باشه میاید برای من کامنت میذارید میگید ما نمیتونیم این برنامه رو باز کنیم، ما نمیتونیم از این برنامه استفاده کنیم، ولی مشکلتون اینه که اول فیلتر شکنتون روشن نیست، دوم زبون موبایلتون انگلیسی نیست. این دوتا رو رعایت بکنید برای اینکه بتونید تمام گزینه ها و آپشن های این برنامه رو برای استفاده کردن داشته باشید. خب میریم وارد برنامه میشیم و کاری که بهتون گفتم رو قراره انجام بدیم. برنامه کپکات رو باز میکنیم، یه نیو پروژکت ایجاد میکنیم، پروژه جدید و فیلمی که قرار لرزش ها و تکون هاش گرفته بشه رو میاریم. این فیلمی که داریم میبینید خیلی تکون داره، یعنی من خودم از قصد براتون یه خورده تکون توی فیلم دادم که بتونید قبل و بعدش رو ببینید. اد رو میزنید و اینجا که اومدین روی صفحه یه دونه میزنید که کلیپ رو انتخاب بکنید. وقتی کلیپ رو انتخاب بکنید منوی پایین براتون کامل باز میشه، میرید قسمت استابلایز، خودش هم یه حالتی اینجوری تکون تکون براتون کشیده که متوجه میشید. سه تا گزینه این پایین دارین که اولش میگه مینیمال یعنی خیلی کم باشه، ریکامندد پیشنهاد خودشون و موست استیبل میخوایم که موست استیبل یعنی دیگه تای تایش صاف صاف برامون انجام بده این کارو و تیک رو میزنیم. میبینیم که ویدئومون الان صاف صاف تمیز برامون داره بهمون نشون میده. واقعا عجیبه که چطوری اون ویدئو رو اینجوری کرد. و میریم بالا از گزینه سیف کردن اکسپورت رو میزنیم و صبر میکنیم، جایی نمیریم، برنامه رو نمیبندیم تا ویدئومون رو توی گالری برامون سیف بکنه. یه نکته بهتون بگم، وقتی که خروجی میگیرین از ویدئوتون میبینید یه خورده ویدئوتون اطرافش بریده شده و زوم شده، هیچ اشکالی نداره، به جاش در عوض یه ویدئوی صاف ما داده. پس اگر خروجی گرفتین و دیدین اطراف ویدئوتون بریده شده، بدونید که برای صاف و صوف کردن و گرفتن لرزش‌های فیلم یه خورده ازش بریده که بتونه یه خورده مانور بده روش دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم ویدیوهایی که براتون میذارم رو دوست داشته باشید، استفاده کنید، برام کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید، سوالی دارین برام بنویسید، همه رو میخونم و تک تک جواب میدم. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، بای.